دشت‌های بزرگ آسیا دیگر هیچ وقت گرگ خاکستری مانند تیمور لنگ را در خود ندیده است. تیمور در یک خانواده معمولی به دنیا آمد و امپراتوری بزرگی تشکیل داد که از چین تا سواحل مدیترانه، از هند تا مسکو ادامه داشت. تیمور خودش را فرمان روای تعیین کننده سرنوشت ستاره ها می دانست. می گویند اگر نام یکی از 10,000 سربازش را می شنید، همیشه به خاطر می سپرد. او با هر دو دست شمشیر می زد و با هر دو دست می نوشت. تیمور را جزء یکی از سه نبوغ برتر نظامی کل دوران ها می دانند. بعضی ها برایش احترام می گذارند و بعضی ها هم با نفرت از او یاد می کنند. ولی کارهایی که تیمور انجام داده است کار یک انسان معمولی نیست، بلکه نشان از توانایی فوق‌العاده تیمور دارد که از هیچ به همه چیز رسیده است. تیمور لنگ در ماجراجویی 35 سالش 17 میلیون نفر را قتل عام کرد. کل عمر و زندگی تیمور پر از ماجرا بود. تیمور سال 336 در یک روستا متعلق به قبیله برلاس ها به دنیا آمد. او پسر تراغای و تکین خاتون بود. وقتی جوق تایکان حکم مرگ تیمور را داد، به همراه همسرش آلجای ترکان و دوست صمیمیش امیر حسین فرار کرد و در بیابان به راهزنی و دزدی مشغول شد و حتی به عنوان یک کارگر هم کار کرد. مدتی اسیر شد و مدت چند ماه در یک انبار پر از حشرات زندانی شد. پس از این اتفاقات تیمور از ناحیه دست و پا آسیب دید و به تیمور لنگ معروف شد. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید و اگر از ویدیو خوشتان آمد لطفاً ویدیو را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید. تیمور پس از خوب شدن زخمهایش به همراه حسین دوباره به ماوراءالنهر برگشت و برای کسب شهرت و اشغال آنجا با استفاده از تاکتیک های هوشمندانه ای که خودش طراحی کرده بود در میدان جنگ بر رقیبان خود پیروز شد. در یکی از نبردهایش به سربازانش دستور داد در تپه های اطراف دشمن هزاران توده ی آتش بپا کنند و دشمن هم فکر کرد که از هر طرف محاصره شده است. یا در یک نبرد دیگر سربازان تیمور موقع دنبال کردن سربازان دشمن به فرمان تیمور به سپرهای خودشان شاخه های پر از برگ درختان را بستند و به طرف دشمن حرکت کردند. این کار باعث شد سربازان دشمن فکر کنند یک لشکر عظیم در پشت آنهاست. سربازان تیمور با این روش ها توانستند چندین شهر را تصرف کنند. ولی با این حال تیمور نمی توانست خودش را به عنوان خان خطاب کند. چون طبق قوانین چنگیز خان فقط نوادگان چنگیز می توانستند عنوان خان را داشته باشند و به خاطر رسم و رسومات تیمور خودش را امیر خواند و همیشه یکی از نوادگان چنگیز خان از جمله کوکلا خان در کنار تیمور بود و بعد از این فتوحات باور نکردنی تیمور شروع شد. دلیل پیروزی های تیمور این بود که او علاوه بر این که رهبر خوبی بود، همچنین در کارهای خود از حیله، فریب و سیاست استفاده می کرد. تیمور تشکیلات جاسوسی پیشرفته ای را برای خودش به وجود آورده بود و قبل از سفر به هر جا اول اطلاعات مفصلی را درباره آن مکان به دست می آورد و هم درباره اختلافات و هم درباره درگیری های داخلی آن کشور اطلاعات کسب می کرد. البته یکی از مهمترین تکنیک‌های تیمور ایجاد رعب و وحشت بود. خیلی از شهرها بدون اینکه هیچ مقاومتی در برابر تیمور انجام دهند تسلیم می‌شدند. مثلا تیمور در سفرش به هندوستان سر 100 نفر از مردم عادی را از بدنشان جدا کرد. وقتی تیمور دهلی پایتخت هند را اشغال کرد، ارتش هند 125 فیل داشت. تیمور برای مقابله با فیل‌ها راه حل وحشتناکی را به کار گرفت. او 100 شتر را به یکدیگر بست و شترها را آتش زد و به طرف فیلها رها کرد. فیلها هم که این صحنه را دیدند فرار کردند. سربازان هندی زیر دست و پای فیلها از بین رفتند. تیمور سر کسانی که تسلیم نشدند و در مقابل سربازانش جنگیدند را برید و از این سرها برجی ساخت. در طول سفرهایش به هند مبلغین دین مسیحیت را از آنجا فراری داد و اجازه نداد که این دین را در هندوستان گسترش دهند. تیمور علاقه خاصی به سر بریده داشت.
وقتی مردم در برابر سپاه تیمور مقاومت می کردند، تیمور از سربازانش می خواست که هر کس می تواند دو سر بریده از دشمنان بیاورد و به نام خودش ثبت کند. بعضی از سربازها که نمی خواستند سر هم نوع خودشان را ببرند، به سربازهای دیگر پول می دادند و از آنها سر بریده می خریدند. و بعد از تمام این سرهای بریده شده در یک قسمت از شهر برج می ساختند. ولی با وجود همه این کارها، تیمور فقط یک فرد بربر و وحشی خالص نبود، بلکه شخصی بود که علاقه خاصی به سازندگی و آبادانی داشت. همه کشتارهایی که تیمور انجام داد مطابق قوانین وضع شده توسط چنگیز خان بود. هدف تیمور به وجود آوردن یک امپراتوری نبود، بلکه او می‌خواست به همه جهان سلطه پیدا کند. تیمور علاوه بر مهارت جنگیدن، توانایی خاصی در نزاع و کشمکش بین شاهزادگان ترک، شاهان سابق و کشورهای همسایه و دشمن داشت. بعضی از شاهزاده‌ها با کمال میل تحت حمایت تیمور در آمدند و بعضی از شاهزاده‌ها هم در این راه جانشان را از دست دادند. طبق نوشته های تیمور، سپاه عثمانی حدود 70,000 نفر بودند، ولی مورخان معتقدند که تعداد سربازان سپاه عثمانی چیزی در حدود 40,000 یا 50,000 نفر بودند. تمام سپاه تیمور سوار نظام بودند. پس از جنگ میان سپاه عثمانی و تیمور، سپاه عثمانی شکست خورد و تیمور پیروز شد. پس از این شکست دیگر مقابل تیمور دیواری بین اروپا و سپاه تیمور وجود نداشت. با این حال تیمور قصد لشکرکشی به اروپا را نداشت و به نظر تیمور اروپا فقیر بود و بهتر دید که به طرف چین برود. تیمور پایه و اساس روسیه امروزی را گذاشته است. هرچند تیمور یک مسلمان بود، ولی عقیده او با عقاید امروزی مسلمانان خیلی فرق داشت، چون عقاید تیمور با عقاید قبایل بیابانگرد و قوانین چنگیز خان گره خورده بود. تیمور از چنگیز خان به عنوان خان خانان یاد می کرد و خودش را داماد خانها می دانست. تیمور فرمان روایی بود که آسیای امروزی را شکل داد. شاید به نظر تیمور یک وحشی تمام عیار باشد، ولی این تعریف از او کاملا هم درست نیست. چون تیمور به علم و هنر علاقه خاصی داشت. او همه هنرمندان و دانشمندان کشورهایی که فتح می کرد را به سمرقند دعوت می کرد. حتی آنها را به زور به سمرقند می آورد. تیمور شهرهای بزرگ ازبکستان امروزی را از دوباره ساخت و بعضی از بزرگترین میدانها و کاخها را ساخت. هنوز هم میدان امیر تیمور یکی از جاذبه های گردشگری جهان است. تیمور در طول لشکرکشی خود به چین مریض شد و در سال 1405 در سن 68 سالگی در یک شب سرد زمستان مرد. موقع مرگش یک امپراتوری بزرگ تشکیل داده بود که از مصر تا چین ادامه داشت. مورخین علوم نظامی تیمور را بعد از چنگیز خان و اسکندر بزرگ سومین نابغه نظامی می دانند. خیلی تشکر که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر از ویدیو خوشتان آمد، ویدیو را لایک و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. برای دیدن ویدیوهای بعدی ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید.